الیانور روزلهتینن نماینده کنگره آمریکا و رئیس فراکسیون جمهوری‌خواه در کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار اقدام دولت آمریکا برای ممانعت از سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شد. روزلهتینن نماینده کنگره آمریکا از ایالت فلوریدا گفت که از بتی کینگز سفیر آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو نیز درخواست کرده است که برای جلوگیری از اعدام سکینه محمدی آشتیانی تلاش کند. وی عقب نشینی رژیم از سنگسار این زن زندانی را به خاطر موج خشم جهانی و محکومیت بین المللی این اقدام ضد انسانی رژیم آخوندی دانست و خواستار تشدید فشار بر رژیم آخوندی و افزایش تلاش ها برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی شد. عفو بین الملل در آلمان و اتریش با صدور طلایه‌ای برای توقف اعدام قریب الوقوع محمد رضا حدادی فراخوان داد. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت مقامات ایرانی باید سریعاً اعدام مجرمین نوجوان که نقض قوانین بین المللی است را متوقف نمایند. در اعتراض به حکم ضد بشری سنگسار یک زن زندانی در رژیم زنستیز آخوندی، مقاومت ایران اقدام به برگزاری یک اکسیون اعتراضی برای جلب توجه سازمانهای بین المللی در این رابطه و اقدام به ممانعت از اجرای این حکم نمود. Rosemary Church at CNN Center. You are watching World Report. An Iranian mother of two may be spared death by stoning, but there are no guarantees. Right now, Sikine Mohammadi Ashtiani's sentence is under review, and that's according to Iranian state media. In the meantime, there's a growing international outcry over Ashtiani's case. Television CNN با پخش این خبر گفت ممکن است به طور موقت یک زن ایرانی مادر دو فرزند از حکم سنگسار رها شده باشد، ولی هیچ تضمینی برای ادامه زندگی او وجود ندارد. در حال حاضر به گفته رسانه‌های دولتی ایران، پرونده سکینه محمدی آشتیانی مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. در این حال یک فریاد فزاینده اعتراضی بین المللی در مورد موضوع آشتیانی و به طور کلی حکم سنگسار در ایران جریان دارد. امروز نیز تظاهر کنندگان در تعدادی از کشورهای جهان به خیابان آمدند. امروز در لندن، سوئد و کوپنهاگ صدها نفر برای اعتراض به این حکم به خیابان ها ریختند. در لندن در برابر سفارت رژیم ایران صدها نفر دست به تظاهرات زدند. And not just here, one protester I spoke to said they also wanted to hold a mock stoning in the middle of London at Trafalgar Square. So they're really trying to generate a lot of publicity about this case, trying to get the international public to put more pressure on the Iranian government. And that's the whole idea, to keep the pressure on.